من عرفانم. خوش اومدید به اولین اپیزود از پادکست دیپ دایوینگ. دوستان این قسمت صفر پادکست رو ندیدن، من ازشون خواهش میکنم که حتما اونو ببینن، چون اونجا من کاملا دغدغه‌مو توضیح دادم که برای چی شروع به ساخت این پادکست کردیم. قبل از هر چیزم از بچه های سینما شیران سنتر یه تشکر ویژه دارم که این فضای به این زیبایی رو در اختیار ما گذاشتن. خیلی اضافه گویی نمیکنم، بریم سراغ اولین مهمون پادکستمون. یه مهمون جذاب داریم که حالا خارج از این که دوست صمیمی منه و تو کار خودش بی نظیره، از نظر اخلاقی هم واقعا نامبر وانه، جز بهترین مدل های تاریخ ایرانه، آرش قصیری. سلام آرش. سلام عرفان جون، حالت چطوره؟ مرسی عزیزم، چه خبر؟ شما چطوری؟ منم خوبم قربونه. خیلی اولش نوشابه باز کردی آقا. حقایق گفتم دیگه، حالا من تو همه میدونم خیلی با هم صمیمیم ولی دیگه همش حقایق بود. آرش بیا یه مسئله رو حل کنیم. چرا فامیلی تو رو خوب تلفظ نمی‌کنه؟ چون فامیلیم سخته. قصیری کجای سخت؟ تلیسچی که سخت‌تر نیست. تلیسچی تو گفتار راحت‌تره، ولی قصیری چون فکر میکنن، حس میکنن که شنیدن حسینی، یکم سخت میشه. چون دفعه اول همه میگن حسینی. آره. بشنون. خیلی جواب. نوشتاریش هم که میبینن میگن قیصری. قیصری. جای یه استاد عوض میکنن. قیصری هم یادم میاد رفتیم هتل با هم، یه سری پروژه بود رفتیم هتل با هم. آرش دانشگاه چی خوندی تو؟ مدیریت هتلداری. خب ببینید من میدونم، ولی دوست دارم بهم بگید مدیریت تو همه سوالا رو میدونی. آره. مدیریت هتلداری چه ربطی به مدلینگ داره؟ هیچ ربطی نداره. خب چی شد که وارد مثلا این شاخه شدی؟ خب اون واسه زمان دبیرستانم دیگه. البته دبیرستان که نه، من هنرستان خوندم، دیپلمم فوق دیپلمم و لیسانسم هتلداریه، لیسانسم مدیریت هتلداریه. خب اون زمان خب رفتم سمت این رشته و توی این رشتم خیلی کار کردم، بعد دیگه خیلی اتفاقی شد که دیگه اومدم توی این راه. خیلی اتفاقی شد؟ خیلی اتفاقی شد. راجع به تهران فشن ویک برام میگی؟ تهران فشن ویک راستیتش این بود که یکی از دوستان دوستانم، از اونجایی که میدونست که من خیلی علاقه دارم به این کار، گفتش که یه همچین توی اون کمپانی که داشت این تهران فشن ویک رو برگزار میکرد کار میکرد این دوستم، گفتش که یه همچین چیزی هست دارن تست میگیرن، تو هم که خب خیلی دوست داری بیا شرکت کن، مثلا تو کستینگش باش شرکت کن، تست بده ببین شما قبول بشی دوست داری دیگه. از اونجا بود که ما رفتیم و شروع شد دیگه. دیگه تهران رو گرفتی به اصطلاح؟ نه بابا. خب کوچه‌مون هم نمی‌تونیم بگیم. اولین شوتینگ حرفه‌ای کی بود؟ یعنی اولین باری که جلوی دوربین وایسه، چون کتواک تو تهران فشن ویک فکر کنم 92-93 بود اگه اشتباه نکنم. فکر کنم 94 بود. آخر 94 بود، زمستون 94 بود فکر کنم. آره. حالا دقیقاً تهران فشن ویک 1. آره. آره تهران فشن ویک. اولین شوتینگ اولین بارم اونجا هم دیگه رو دیدیم، درسته؟ آره آره آره. بعد کی عکاسی رو شروع کردی؟ چون اونجا که کتواک بود. ببین خب اون تهران فشن ویک باعث شد که من دیده بشم و اینکه فکر کنم اگه اشتباه نکنم اولین عکاسیم با خودت بود. درسته؟ بله. همونجا بود که من دستتو گرفتم و بردم بالا. ببین آرش بیا صادق باشی، من اون موقع داشتم عکاسی میکردم، دستتو گرفتم از یه جایی و بردمت بالا. ببین بس من این موضوع روشن کنم، اول بگید دوربین من کدومه، من تو دوربین صحبت کنم. اون موقعی که عرفان منو دید دوکا بود که اون دوکاش هم داداشش استوری گذاشته بود تولدش تبریک گفته، گفت داداش گفتم تولد نمره دوکا اومد بالا. از اون به بعد که با ما عکاسی کرد الان چند تا 30-40 تا کار ماشاءالله دیگه دماغ داره خوب کار میکنه دیگه. ولی من دو... استعدادش داشتی ها. ولی من دو کا بودم. خب تو هنوز فالوور اون عکسارو یادته، هنوز فالوور نداشتی. آقا بریم سراغ صحبتم. این اولین شوتینگ و اینا اون موقع فکرشو میکردی که قرار باشه این صنف و اینقدر جدی ادامه بدی؟ نه راستیتش اون خب اوایلش به خاطر علاقه که خیلی داشتم، خیلی دوست داشتم که خیلی ادامه بدم این کارو، خیلی دوست داشتم که توش پیشرفت بکنم، واسه همین خیلی جدی نگاه نمی‌کردم به عنوان یه شغل بهش، بیشتر روی علاقه شخصی ادامه میدادم. یعنی بیشتر اوایل برای جنبه فان داشت قضیه. فان و اون جذابیت و اون علاقه‌ای که خب بچگی داشتم خیلی دوستش داشتم
اون خیلی تقریبم میکرد که هی ادامه بدم، هی خودمو بهتر کنم. خب چی باعث شد که ادامه بدی؟ علاقه بیشتر بوده یا وضعیت درآمدیش بهتر بوده؟ 100% اولش علاقه هست، بعد رفته رفته شما جدیش میگیری، به عنوان یک شغل بهش نگاه میکنی و کاری که داری از توش پول در میاری و این باعث میشه که هی خودتو پیشرفت بدی تو این کار، هی خودتو بهتر بکنی. آرش ببین، تو تقریبا 10 سال توی حالا به اصطلاح سیده یک و حرفه‌ای ترین مدل این داستان تو ایران داری کار میکنی. نه آقا اینجوری نه. نه واقعا حالا خارج تعریف می رفیقمونی. نه خب ببین، صرف حالا تبلیغات و حالا فشن 10 سال نیست، کمتره. حالا تقریبا به خودش حالا خیلی آدما رو دیده و رفته و حالا یه کوچولو اجازه میدم که خودم صاحب نظر بدونم تو این قضیه به خاطر سابقه کاریم. کسی که انقدر حرفه مثل تو باشه و استایل تو رو داشته باشه و اخلاق کاری داشته باشه خیلی کم بوده. حالا از اینا بگذریم، توی این 10 سال هم و جایگاهی که الان داری، چه چیزایی رو فدا کردی یا چه هزینه هایی رو داری به اینجا رسیدی؟ هزینه که خیلی بوده، از ورزش کردن، باشگاه، مکمل، غذای رژیمی که از همش سنگین تره، وقت، انرژی. بعد رفته رفته که میره جلوتر خیلی روتینای پوستی، خیلی هزینش بالاست، رسیدگی به مو. بعد به خاطر اینکه شما بخواید بهترین باشی و توی لول خیلی بالاتری کار بکنید، باید به خودتون برسید، چون اون صاحب برنده یا کسی که شما انتخاب میکنه که به عنوان چهره برندش باشی، دوست داره که بهترین خودت باشی. اون بهترین فیس، اون بهترین هیکل تو رو میخواد. تعارف فاد نداره که ماشاءالله چشم عربود نیست، دوست داره که بهترین تو داشته باشه جلوی دوربین، برای پوشاک خودش، حالا هر محصولی که هست، خوراکیه، نمیدونم پوشاک، لباس، هر چیزی هست برای معرفی میخواد شما رو انتخاب بکنه، قطعاً بهترین شما میخواد. پس شما باید همیشه تو بهترین فرم خودت باشی. حالا خارج از الان راجع به هزینه‌های مالیش خیلی صحبت کردی، از خودت چیا گذاشتی؟ از زمانی، از کارهایی که نکردی، از تفریحاتی که کنار گذاشتی، از تایمایی که میتونستی خیلی کارا انجام بدی و ندادی؟ خب اونا هم خیلی بوده واقعاً، زمانی خیلی، انرژی خیلی، و یه جورایی هم اون طرز فکرت هم هست که واقعا اگر میخواد، من که خودم نمیگم ولی تو هر سنفی که شما بخواید پیشرفت بکنی، باید از خیلی خوشی ها و خیلی چیزای خوشمزه بگذری که بتونی پیشرفت بکنی. حالا فقط خوراکی نیست، ولی اون از لحاظ منتالی هم هست، این که شما خیلی جاها نری، خیلی تفریحاتو نکنی که بتونی توی اون کاری که خیلی بهش علاقه داری پیشرفت کنی. به هر حال توی این سالایی که شروع کردی واسه همین شغل خود یه سری اهداف برای خود تعیین کردی. این اهدافی که برای خودت حالا معین کردی، چقدر بهش نزدیک شدی؟ اصلا ازش رد شدی یا خیلی فاصله مونده بهش برسی؟ توی ایران خب هر سالی که میگذره تو بزرگتر میشی، ممکنه که اون هدفه یکم تغییر بکنه، ولی توی چندین سال اولی که بود، شاید الان به اون هدف اون اوایل رسیده باشم و شاید هم رد کرده باشم، چون تقریبا هیچ فیلدی نیستش که من توی ایران کار نکرده باشم. از کتفاک بوده، تیزر تلویزیونی بوده، روی جلد مجله بوده، برندهای مختلف کار کردم، با بیشتر از 10 تا برند مختلف من رو بیلبورد بوده عکسام، یعنی تمام اون فیلدهایی که میتونستم تجربه کنم توی ایران تجربه کردم. ولی خب به مرور زمان خیلی دوست داشتم که پیشرفت کنم، یا توی کشورهای دیگه دوست داشتم که این تجربه رو داشته باشم و اونجا بیشتر دیده بشم. به مرور زمان توی اهدافم رسیدم، توی خیلیش خدا رو شکر، ولی خب هرچی که بزرگتر شدم، پخته‌تر شدم، اون هدفه تغییر پیدا میکنه دیگه، بیشتر میخواد. ولی خب به اونی که الان توی ذهنم هست هنوز نه. بذار یه سوالی داشتم ازت بپرسم، شانس چقدر تو این کار دخیله؟ یعنی مثلا میخوام بهت بدونم که مثال میزنم، اگر اون آدمی که گفتی از دوستات بود تو رو نمی برد مثلا فشن، تهران فشن ویک، شاید هیچ وقت به این جایگاه نمی رسیدی. یا اگه آرش نیویورک به دنیا می اومد، الان تو هفته مد پاریس و میلان و نیویورک و اینا بود. قسمت اول سوال در مورد شانس، من خیلی به شانس اعتقادی ندارم، یا اینکه
شانس رو یه چیز دیگه واسه خودم تعریف میکنم، بهش میگم قسمت یا سرنوشت یا اون چیزی که خدا برای ما خواسته. شاید خدا واسه من اینجوری خواسته بود که این کار مسیر زندگی من عوض بکنه، ولی در مورد این که حالا توی کشور دیگه به دنیا میمردم اونه که دیگه واقعا نمیدونم چی میشد. ولی اگه اونجا هم بدونم شاید اصلا یه شغل دیگه میرفتم، شاید اصلا یه شکل دیگه بودم، اصلا خیلی فرق میکنه. ولی مطمئنم اگه اونجا هم بودم تمام تلاش هم میکردم که به جاهای خیلی خوب برسم. خب این حرف تو میتونم یه ذره قبول کنم، ولی تو ایران ما همین تو سنف حالا کاری خودت دارم میگم، ما داریم چون خیلی تو ایران حرفه‌ای نیست و بچه‌هایی که به صورت حرفه‌ای مدلینگ میکنن به صورت حرفه‌ای، من در جایگاه کسی که داره تبلیغات انجام میده، عکاسی انجام میده، ویدیو میسازه و اینا، به جرئت میتونم بهت بگم که تو سید یک و حرفه‌ای 10 نفر نیست. خب مسلمان یه جای دیگه دنیا به دنیا اومدی بازی فرق میکرد، یعنی این اصول حرفه‌ای‌گری بیشتر بود، رقابت سنگین‌تر بود، اونجا اون پارتیه شاید اونجا بیشتر قابل. من به نظرم تو مدلینگ پارتی تو ایران جواب نمیده، چون تو وقتی خودت چیزی برای ارائه نداشته باشی، پارتی تو هیچ جای دنیا فکر کنم توی این سمت جواب نمیده. البته شاید همه جای دنیا باشه ها، ما که پشت پرده‌اش نمیدونیم، ولی قطعا همون منیجر توی... درسته به نظر من. آفرین. ببین مثلا ما حالا اسمم یکی دو تا منیجر ایرانی بزرگ داریم تو دنیا که کار مدلینگ انجام میده، واسه بزرگترین مدلای دنیا مثل ایرنا شکل اون یه شغل دیگه، اون پارتی نمیشه اسمش گذاشت، یه حرفه است. دقیقاً اون آدم انتخاب میکنه این مدل رو، شروع میکنه مثلا پرورشش دادن، معرفیش میکنه، مثلا پرودوسش میکنه دیگه دل. تا اینو بزرگش کنه، پروموتش میکنه. آره دقیقاً. بعد الان معیارهایی که تو ذهنته اگر بخوایم با همون لول جهانی بسنجیمش، چه معیارات اینترنشناله؟ معیار ظاهری من؟ بله. ظاهریت و کاریت دیگه، مثلا از لحاظ پوز گرفتنت، حالا اگه ویدئویی داری کار میکنی، دیالوگ گفتنت، حس گرفتنت، پوز گیری رو که نمیدونم، بعد شما یا کسایی که مثل شما کارشون حرفه‌ایه اونا بگن، خودم نمیتونم بگم من پوز گیریم خیلی حرفه‌ای. از لحاظ ظاهری منظورم سایز و فرم بدنیه فکر میکنم باشه، و چهره رو نمیدونم. تو حرفات یه جا برگشتی گفتی که یکی از معیارات اینترنشنال کار کردنه. خب به برش اقدامی کردی؟ راستش نه، ولی خیلی دوست داشتم، ولی خب اون تایمی که باید میرفتم به دلیل شخصی و خانوادگی نمیتونستم برم، و اینکه دیگه ترجیحم که همینجا سعی کنم که پیشرفت کنم، ولی خب هنوزم دوست دارم، اگه دیر نشده باشه انشالله در آینده هرچی خدا بخواد شاید شد. سنت برای الان رفتن یه ذره زیاد نیست توی مدلینگ؟ چرا فکر میکنم، ولی خب تلاش هم میکنم نیست شاید شد. البته من میگم سن، خب با خودمون نمیدونم چند سالمه، من یه جوری گفتم 5 سال، حالا مدلت 17 ساله میاد 18 ساله میاد داره واک میکنه، ولی خب به اینجا که واک میکنه آره ولی خب ما داریم مدلای سنای بالاتر میبینیم که یکیش دیوید گندیه. آره گندی، آره، که سنای بالا خب اونها استثنا، واقعا نمیشه گفت که شاید هر کسی به اونجا برسه، واقعا خیلی خاص و تکه. بیا راجبه خود همین ایران صحبت کنیم، اینجا کار چقدر حرفه‌ایه؟ حالا بیا از دو سایدش بگو. ببین مثلا میگم از سمت خودت و بچهای مدل بگو، یا بیا از سمت مثلا انتظاراتی که از یه دونه کارفرما، مثلا یه تیم تبلیغاتیه، یه عکاسه، یه دونه کارگردانه، یا یک برنده، انتظارات به چه صورته؟ از طرف اول خودم بگم با بچهایی که تو این صنفن، توی چند سال اخیر خیلی بهتر شدن بچه ها، خیلی سعی میکنن که پیشرفت کنن توی کارشون، و این توی پسرها خیلی مشهود تره. بعد حالا وارد قضیه دخترها نمیشم اصلا، ولی خوب بوده تا الان، ولی خب تعداد کسایی که توی این صنعت هستن خیلی کمه و اونایی که دیده میشن خیلی کمه، و انتظاراتی هم که از ما هم پیش میاد اینم اینه که خب گفتم همون اولش هم اینه که ما بهترین خودمون باشیم،
و همیشه باید رعایت کنیم، همیشه باید رو فرم باشیم، همیشه باید بهترین باشیم، بهترین خودمون باشیم. و قسمت دوم سوالت این که در مورد انتظاراتی که از حالا کارفرما یا صاحب کار داشته باشیم، اونم توی این چند سال اخیر توی مدتیه که خیلی بهتر شده، به خاطر اونه که کار کردن، هرچی بیشتر کار کنن خب تجربهشون بیشتر میشه. ولی مثلا چند سال پیش خیلی بدتر بود، خیلی ها حتی مثلا قبول نداشتن که بخوان عکاسی بکنن، تبلیغات بکنن برای برند خودشون، یا مثلا توی پروژه ها قانوناشو نمیدونستن، قانون که نه، مثلا عرفشو نمیدونستن که آقا چند دست لباس باید بیارن. فکر میکردن باید 500 تا بیارن، بیارو همه رو هم بپوشه بروی خوش تموم شه. و یه سری ریزکاریایی هستش که به مرور زمان خیلی بهتر شده، اونم به خاطر اینه که کار کردن، هرچی بیشتر کار کنی خب تجربه بیشتر میشه دیگه. خیلی موقع بوده مثلا من گفتم سر کلاسات ناهارم به ما نمیدادن، یا مثلا همین چیزای ریز خیلی تأثیر داشته دیگه. ولی الان خیلی طرز فکرای صاحب برنده عوض شده، خیلی اهمیت میدن به تبلیغات، به عکاسی، به ویدیو، و این خیلی بهتر شده خدا رو شکر. آره این حرفت کاملا کاملا قبول دارم که هی داره بهتر میشه. ما یه زمانی که حالا بچهای حالا یه نسل قبل‌تر از تو مدل بودن، مثلا طرفای اوایل سال 90-91 که مثلا ما عکاسی میکردیم، کاتالوگ میزدیم و اینا، خب انتخابا کم بود برای مدل و خیلی راحت بگم مدل سالاری بود و اصلا کار حرفه‌ای نبود. یعنی چه؟ یعنی اون مدل میومد سر، حالا اسم بچه ها رو نمیارم، میومد سر پروژه، من دیرم شده لوکیشن رو ساعتی گرفتیم، من باید مدیتیشن کنم، من باید باور کن، آره من باید مدیتیشن کنم، من غذا از فلان رستوران میخوام. ولی هیچ جای دنیا اینجوری نیست واقعا. یعنی اون روز پروژه اگر مدل هنوزم میونی کلمت هست هم چیزایی من میشنوم و اینکه هنوزم هست، ولی خب خیلی کمه. آره ببین، تو اگه یه رژیم خاص داری، من یه اعتقاد دیگه اینم، باید غذاتو با خودت بیاری. ببین ما الان سر پروژه فیلم برداریمون، وقتی که میریم خب ما 50 نفر آدم میریم سر پروژه، خب برای 50 نفر آدم غذا تهیه میکنیم، دو مدل غذا تهیه میکنه و یک مدل هم حتی ما گیاهی الان تامین میکنیم. خب مثلا کسی که مثلا در حد 5 تا غذای گیاهی ویجیتریانه، آره برای دوستانی که حالا ویجیتریان و اینا براشون، ولی کسی که غذای خاص‌تر میخواد یا یه مدل غذا، باید حتما با خودش بیاره. من فلان غذا رو میخوام، من اینو غذا رو، خب اینا به از لحاظ منتالی آسیب میزنه به اون کسی که داره کارو انجام میده، حالا کارگردان کاره، خود صاحب برنده یه برنامه ریزی داشته طی نکرده. و برعکسشو بگم، این الان از ساید مدل میگم، از اون ور همون حرف تو، لباس زیاد میارن سر پروژه، یا مثلا پلانهایی اضافه میکنن، یا از اون ساعت آفیشی که برای کار بیشتر استفاده میکنن. خب اینا همش میره زیر نظر این که ما چیزی به اسم ایجنسی تو ایران نداریم. ایجنسی، ببین من فشن فوروارد دبی میدونی کار کردم، ترکیه کار کردم، جای مختلف. وقتی تو با ایجنسی کار میکنی، مدل مثلا من تو ترکیه یه خیلی شاهدی دیگه، تمام این چیزا رعایت میشه. دقیقا من با یه مدل مثلا تو خارج تو ترکیه عکاسی داشتم، مدل خارجی بود، قضا مثلا مثلاش مهم بود، هرچی اوکیه، من چیزی ندارم. بعد عکاسی ما مثلا میگم 3 ساعت 4 ساعت تموم شد، باورش نمیشه، میگه ما 10 ساعت ساعت کاری مونه. بعد آفیش من تو 10 ساعت فرقی نمیکنم، اگه آدم اضافه تر بخوایم وایسم اضافه تر میشه، خود آدم لذت میبره. مثلا اینجوری توی مدل حالا خیلی درست تر کار کردم. بعد آرش، حالا با همه این شرایط، یعنی همه این شرایط رو تو در نظر بگیر خب، و توی بهترین حالت خودت رو نگه دارید، تضمینی هست که تو همیشه رو بورس باشی؟ یعنی همیشه انتخاب یک مثلا اون کلاینت، خب به من یه سری چیزا رو اول بهت بگم، من یه موقعی که عکاسی لباس میکردم، طرف خب نکتش با کار کردن با آرش قصیری نه اینستاگرامش بود نه فیسش بود، میگفت لباس من تو تنه این قشنگ بایست. این همون بحثیه که تو گفتی بعدنا چیز کن. پس ببین، یه استاندارداری تو داری رعایت میکنی،
حالا میخوام بدم با تمام رعایت این استاندارد تضمینی هست که تو همیشه رو بورس بمونی یا هر کسی که تو این لول داره کار میکنه؟ نه تضمین که نمیتونی بگی تضمینی هست، ولی من تمام تلاشم میکنم که تو بهترین حالت خودم بمونم تا جایی که منو بخوان و انتخاب کنن در خدمتشون هست. راهی داره اینو زمانشو کم و زیاد کنه آدم؟ کم که کم تا اونجایی که شما به خود برسی و یعنی اون لایف استایل تو رعایت بکنی فکر کنم که بتونی ادامه بدی، ولی از یه جایی بعد دیگه قطعا هم خیلی سخت میشه با ساعت، همین که قطعا مدلای بهتری میان، همیشه یه خوشگلتر از تو هست، همیشه یه فولدارتر از تو هست، همیشه یه خوشهیکلتر از تو هست و نباشن میاد. پس من ترجیح میدم که بهترین خودم بمونم تا جایی که بتونم. خب آرش فکر کن الان تو مدل نبودی، اصلا از اول کاری به عنوان مدلینگ انجام نداده بودی، تو همون رشته تحصیلی ادامه میدادی کار میکردی یا کار دیگه انجام میدادی؟ ببین تو رشته تحصیلی خودم من خیلی کار کردم و یه جایی به بعد دیگه خیلی زده شدم، خیلی خسته شدم. نمیدونم، شاید اگه این کارو نمی کردم میرفتم دنبال فوتبال، من اگه سن پایین تر. اینو من کاملا میتونم تایید بدم چون بازیش واقعا خوبه. اینو من خوشی دیده فوتبال من. یه کشور خارجی رفته بودی ویدیو شد نشدی گل کوچیک بازی میکردی کشور دوست همسایه. آره اونجا بود. الان یعنی برگردی اصلا 15 سال پیش با اطلاعات الانت، خب مدلینگ رو استارت میزدی یا فوتبال؟ با اطلاعات الانم مدلینگ رو در یک کشور دیگه. مدلینگ رو در یک کشور دیگه. سوال درست. آرش ببین واقعا یه سوال دارم، یعنی این سوال اساس پادکست من. خب چی کار تو، ببین ما راجع به هزینه هات صحبت کرد، چی کار تو انجام دادی که این رونده هی اومد بالا، این رونده مثبت شد؟ میدونی تو گفتی یه سری چیزا گذشتی، خب میدونم تو این تایمه چه معیارهایی تو داشتی که خودت تونستی بالا بکشی؟ ببین در درجه اول میتونم بگم که این کارو از ته دل خواستمش، از ته دل واقعا خواستم و توی این مسیرم فکر میکنم که خدا خیلی بهم کمک کرد. یعنی برمیگردم عقب نگاه میکنم یا فکر میکنم خودم میگم چجوری شد مگه میشه، مثلا الانم فکر نمیکنم خیلی خفن یا جایی خفنی رسیدم و در حد خودم دارم میگم که واقعا مسیر خدا یه جوری برای من چیند که اینجوری شد. یعنی من کار خاصی نکردم، فقط تلاشمو کردم که توی کار خودم بهترین باشم، برسم به اون درجات بالاتر. همین، یعنی کار خاصی حسرتی داشتی تو این سالا یه کاری رو من دوست داشتم انجام بدم که به خاطر کارم نمیتونستم؟ ببین آره توی تایم خودش خیلی پیش اومده، ولی وقتی که گذشته عروش گذشته میدیدم که اگه مثلا اون کارو که خیلی دوست داشتم برام پیش نیامد حسرتشو خوردم، شاید اگه اون کارو انجام میدادم بعدها این اتفاق برام پیش نمیامد. یعنی همیشه خدا برات اون بهترینا رو میخواد، شاید اون لحظه نفهمی، وقتی میگذره برمیگری عقب میگه نگاه کن اگه مثلا اون شده بود اینجایی که الان هستم نمیشد. واسه همین همیشه خودتو بسپاری به خدا و توکل کنی خیلی راه قشنگتری در انتظارته. واسه همین فکر نمیکنم جای حسرت خورده باشم، چون بعدش واسه هم اتفاق خیلی بهتری افتاده. من یه سوال ازت بپرسم صادقانه جواب بدی. 200 سوال پرسیدی شما. نه اینو میخوام خیلی صادقانه جواب بدی. صادقانه واقعا فکر میکنم خیلی جذابی جان؟ فکر میکنم خیلی جذابی خودت؟ من نه واقعا چی فکر؟ نه میخواستم بدونم دیگه، چون دیگه میدونیم دیگه، همه میدونن که آرش قصه خیلی جذابه. مثلا خودت؟ نه آقا کسی نمیدونه. کسی آقا اصلا تو بگیر از 1 تا 10 به خود چه امتیازی میدی؟ واقعا ببین آرش بسط شکست نفسی این چیزا رو بذار کنار. نه آقا به خود چه امتیازی میدی؟ من ترجیح میدم که بقیه امتیازو بدن، نمیتونم خودم به خودم امتیاز بدم که. اینو باید بقیه بگن. آقای سلطانی آره پشت سلطانی از اتاق فرمان اشاره میکنه امتیاز داده. آره ولی واقعا یه چیزیه که بقیه باید بگن، اینم هیچ ماسپندی نمیگه واسه من ترشه که، ولی اونی موفقه که بقیه قبولش داشته باشن، بقیه بگن، و یعنی خود بخواه خود تعریف کنی که دو زار نمیاز. یعنی من از تو برسم تو بهترین مدل ایرانی یا نه؟ جواب چیه؟
میگم که اونم باید بقیه بگم، من نباید بگم. ولی تا این میگم این که بقیه بگن یعنی آره. نه آقا نه یعنی آقا نه آره. نیستم نه. آخه این چیزی که بقیه باید تعیین کنن، یه مردم باید بگن تو به چشم اونا باید مثلا نامبر وان باشی. خودت بیای من برم هر جایی بشینم بگم من نامبر وانم، میگم برو بیرون بابا. مردم دارن میگن آقا مردم لطف دارن. اینستاگرام خودتو نمیدونم الان بهم بگو چه جوریه، ولی تو اینستاگرام من راجع به تو از من سوال میپرسن. خب چون این ابراز... تو دوست منی، بقیه که نمیپرسن. خب این ابراز علاقه تو اینستا خودت چه جوریه؟ تو اینستا خودم هم خدا را شکر خیلی خوبه، خیلی لطف دارن نسبت به من و خیلی انرژی مثبت میفرستن، واقعا ممنونشنم و کسایی که خیلی صادقانه میان تعریف میکنن و انرژی مثبت میدن دست و تک تکشون میبوسن. من یه چیزی رو بگم شاید مخاطبمون ندونن، مخاطب خودت هم شاید حتی ندونن. آرش اکثر این ویدیوهایی که تو پیجش میبینید و خیلی وایراله و کانسپت های عجیب غریب و خاصه، اینو شاید خیلی هم ندونن که کارگردان این کارو خودش. آرش میخوام بگی که این ایده ها از کجا میاد؟ خب یعنی این ایده ها رو چون ویدیوهای خاصی میسازی، میگم چند تاشم خودم باهات کار کردم، مثلا این آخریه واسه یه فکر کنم باملند بود درسته؟ خیلی ویدیو جذابی بود. مثلا ایده های اینا رو از کجا میاری؟ فول کارگردانیشه که نمیشه گفت خودم میکنم، کارگردانیشو به بچه‌ای که حالا با من کار میکنم میسپارم. من بیشتر سناریوشو مینویسم و ایده هاشم بیشتر از ویدیوهای خارجی که میبینم. یعنی برای تو سیو اینستاگرام من برید 2000-3000 تا ویدیو سیو کردم، عکس سیو کردم، خیلی میبینم و تیک تیک هایی که خوشم میاد و ویدیوهایی که خوشم میاد سیو میکنم و توش الهام میگیرم، سعی میکنم که اینا رو با هم دیگه ادغام کنم و توی ویدیوهایی که خود واسه خودم پروژه‌ای که پیش میاد استفاده بکنم. چه عالی. البته اینی که داری میگی 4-5 ویدیو بیشتر نیست. خب ولی من به نظرم ویدیوهای خاص پیجت هم هست. آره دقیقا. خودم خیلی دوست دارم. خاص پیجت هست. که اصلا سیگنیچر خودت توش هست. دقیقا. اوقات فراغتت سرگرمیت اون موقع چی کار میکنی؟ اوقات فراغت فیلم، سریال، ورزش، پلی استیشن که هیچی، من یه سری کار رو با هم نمیتونیم انجام بدیم. پلی استیشن که همیشه میبازی اصلا یه حوصله‌مو سر بردی دیگه. یه چیزی بگو همه بدن. همش میبازی، یکم تمرین کن وقت ما رو نگیری. باش. لایو میگیریم این دفعه این داستان. یه چیز بامزه رو من بگم بهتون، من و آرش سخت‌ترین کار دنیامون با هم اینه که با هم فیلم انتخاب بریم. فیلم. یعنی تقریبا 1000 تا فیلم تو دنیا باشه 540 تاشو آرش دیده، 460 تاشو من دیدم. خب اصلا نمیتونم یه فیلم جدید با هم دیدم. اینه که من دیدم تو ندیدی، یا برعکس فیلمی مونده که یک کدوم ندیده باشیم با هم دیدیم. این 2023 جدیدا دیگه باربی و اوپنهایمر و فیلم جدید. از الان به بعد واسه پیشرفتت چه برنامه هایی داری؟ یعنی چه اقداماتی رو الان داری انجام میدی برای پیشرفتت؟ از الان به بعد مثلا کاری که شاید همین الان داری انجام میدی یا واسه یه برنامه؟ همون کاری که قبلا میکردم دارم ادامه میدم دیگه، ولی سعی میکنم که بهترش کنم، حرفه‌ای تر، اصولی تر و اینکه خودمو تو بهترین حالت نگه دارم. این نگه داشتن خیلی سخته ها. اینکه شما همیشه، حالا بچه‌هایی که ورزش میکنن خودشون استاد میدونن، اونایی که مسابقه میدن یه تایمی آف سیزن دارن و میخوان که حجم بگیرن و خیلی کارهای دیگه اوکی هم. اونو برای مسابقه هم معمولا 3-4 ماه 5 ماه قبل از مسابقه شون رژیم های سخت میگیرن، که خیلی سخت از رژیم های ما هم هست چون 100% میگیرن. ولی بالاخره توی سال یه سری آف سیزن هم دارن که استراحت میکنن، به بدنشون استراحت میدن، ریکاوری میشن، رژیمشون رو شل میکنن. ولی ما همیشه باید تو بهترین حالت خودمون باشیم، بخاطر اینکه نمیدونیم که آقا مثلا این فردا یهو مثلا عکاسی پیش میاد، ماه دیگه عکاسیه و اون تو اولام گفتم اون برنده دوست داره که تو بهترین حالت خودت باشی. مثلا من همین الان 10 کیلو اضافه کنم، ممکنه که خیلی از برنده دیگه با من کار نکنن چون تعارف که ندارن، که یا دیگه کد شبا مثلا اون حالتی که همیشه تو من وای میسه وای نسه، قطعا یکی دیگر رو میارن. بخاطر همین ما باید همیشه رژیممون باشه، همیشه ورزشمون باشه، همیشه به خودمون برسیم و همیشه این همیشه یکم که نه واقعا خیلی سخته.
اینو واقعا من چون تو این سالا کنارت بودم دیدم واقعا کار سختی انجام بده. واقعا یه تشکری هم از شما بکنم که وقتی میریم رستوران چیکار میکنی؟ اون غذایی که ما میریم رستوران یه موقع من و آرش با خیلی جالبه، آرش اون غذایی که دوست داره رو برای من سفارش میده، میگه من نمیخوام الان پاستا بخورم، ولی آرش باید پاستا بخورم چون آرش تغذیهش فقط فیل است. فقط آقا سوال آخر راجع به قاف برامون بگو، اصلا قاف از کجا اومد؟ قاف از اول اسم فامیلیم دیگه، قصیری، که با برادرم با هم دیگه تصمیم گرفتیم که این برند رو اندازی کنیم و بریم جلو. خب چند وقت گذشته فکر کنم؟ نزدیک 2 سال شده. دو سالی که جای یعنی حضوری هستیم، 1 سال ما آنلاین بودیم. آنلاین شاپ بودیم با بعد یواش یواش دیگه الان شوروم هم هستش. شوروم. بعد سبک کاریتون تو همین بود میمونه یا قراره متفاوت تر شد؟ ممکنه که اضافه هم بشه، ولی الان در حال حاضر همین کژوال هستیم و بیشتر لباسایی هم که حالا نمیتونیم بگیم ما طراحی میکنیم چون طراحی لباس که نخوندیم، ولی با ایبی برادرم میدوزیم و استایلش خودمون، چون اکثر کارمون خودمون تولید میکنیم، بعد استایلیه که خودمون میپسندیم، یعنی خودمون هم من هم ایبی میپوشیم، چیزی که دوست داریم که خودمون بپوشیم و همونو سعی میکنیم تولید بکنیم. سلیقه شخصیه. آیندهش ایشالله که خیلی روشن باشه و خوب باشه بتونیم ادامه بدیم با این وضعیت بد. آره وضعیت که واقعا بده. میخوام ببینم آیندهش همجوری مزونی میبینی یا نه قرار فروشگاهیش شعبه ایشه؟ قطعاً در آینده دوست داریم که فروشگاهی هم بشه، ولی خب چون فروشگاه خیلی در سرای خودشو داره، خیلی سخت داره، الان خیلی زوده دیگه، خیلی نباید قدمای بزرگ بزرگ برداریم، باش شباش پله پله تا کل خود بریم جلو. بسیار. آره چیزی مونده که دوست داشته باشی بگی؟ نه دیگه همشو پرسیدیم. چیزی الان مد نظرم نیستش. خیلی ازت ممنونم که وقت گذاشتی اومدی توی اولین اپیزود این پادکستمون. خیلی ممنونم از برمون شما. مرسی از شما که منو قابل دونستین که توی اولین برنامه‌تون من حضور داشته باشم. مرسی از دعوتتون. امیدوارم که این بارم بتونم مثل 7-8 سال پیش توی این برنامه دستتو بگیرم قشنگ منو بگیری بکشی بالا، یه کمکی کرده باشه. نه شوخی میکنم، خودت خیلی خفن و حرفه‌ای هستی و امیدوارم که این برنامه خوب باشه و بیننده ها راضی باشه. ممنونم ازت. ممنونم از شما که تو اولین اپیزود این پادکست همراه ما بودین. توی برنامه دیگه حتما میبینمتون.